همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. خوش آمدید آقای تقی‌زاده. آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران از یک طرف گفته به نقطه نهایی توافق بیش از هر زمان نزدیک شدیم و از طرف دیگه تکرار کرده اگر همه خطوط قرمز ایران رعایت شود تهران آماده توافق نهایی هست. تحلیل شما چی هست؟ آیا ما به توافق نزدیک شدیم؟ خاطر این یک مش دلار یا در فاصله 10 تا 15 میلیارد دلاری که در نتیجه توافق به صورت فوری آزاد میشه، جمهوری اسلامی یک عقب نشینی قهرمانانه دیگر رو براش آماده شده و این متاسفانه باز از کیسه مردم ایران که تحریم ها رو تحمل میکنن، زیان های اقتصادی رو تحمل میکنن، عقبگرد اقتصادی رو تحمل میکنن، فقر امروز بیشتر از دیروز رو تحمل میکنن و جمهوری اسلامی مشغول به کاری میشه به مدت 2 سال و تحمل تمام این فشارها که در پایان 2 سال به خاطر اندکی از مجموعه زیانهایی که به مردم تحمیل شده و دریافت پول اندکی تمام این ظرفیت‌ها رو تحویل میدن. یک بار این کار رو در سال 2015 انجام دادن و تمام ذخیره اورانیوم 10000 کیلوگرمی رو که غنی‌سازی شده بود به روسیه و از طریق روسیه به قزاقستان دادن، دوباره مقداری کیک زرد گرفتن و حالا دوباره این ظرفیت رو که بهش ظاهراً افتخار هم میکردن تحویل میدن. در حقیقت چرخه شوم برای اقتصاد آسیب پذیر ایران و زیان و ضرری که متوجه مردم ایران میشه. ظاهرا همه چیز برای یک توافق دیگه یا احیای توافق قدیمی حالا آماده است و حرفایی که آقای عبداللهیان میزنه برای توجیه عقب نشینی قهرمانانه است که حکومت از هفته ها پیش براش آماده شده. همزمان با این زمزمه های احتمال توافق برای گفتگوهای احیای برجام، ما میبینیم که خانم زاغری و آقای آشوری هم از زندان آزاد شدند. به نظر شما آیا ارتباطی میان مذاکرات وین با آزادی این اشخاص وجود داره یا پرداخت بدهی 530 میلیون دلاری لندن به تهران میتونه این توافق را بگیم محتمل تر کرده؟ بدون شک جزئی از توافق بوده و البته بخش دیگری از این توافق آزاد شدن 4 ایرانی با داشتن تابعیت آمریکایی یا داشتن گرین کارت که مشهورترین اونها نمازی ها هستن، نمازی پدر که در خانه محبوسه و بیماره و نمازی پسر که هنوز در زندانه و ظاهراً اشکال کوچکی باعث شد که اون بخش از آزادی زندانیان سیاسی یا گروگانهای سیاسی که جمهوری اسلامی گرفته انجام نشه و باید منتظر باشین برای روزهای آینده این بخش هم انجام بشه. بدون شک آزادی زندانی ها مرتبط با توافقی است که حالا احیای اون رو جمهوری اسلامی براش آماده شده. این اتفاق در سال 2015 هم افتاد و آمریکایی ها هواپیمایی با 1.7 میلیارد دلار پول به تهران بردن و 7 زندانی 2 ملیتی آزاد شدن. البته این توافق بدون شک با بحران اوکراین هم در ارتباط و کشورهای درگیر هر دو بحران هر روز با هم در تماس هستند. فقط ظاهرا آقای عبداللهیان خجالتی است که با آقای بلینکن صحبت بکنه، ولی آماده است که اگر همه زمینه‌های توافق تکمیل شد او هم به وین بره و در کنار وزرای خارجه قرار بگیره، عکس یادگاری بگیره و اعلام برجام رو جشن بگیره. آمریکا حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی رو قرار هست که بررسی کنه. اگر خیلی کوتاه به ما بفرمایید که چقدر احتمال داره دولت بایدن برای توافق با جمهوری اسلامی چنین تصمیمی بگیره؟ هزینه دار خواهد بود برای آقای بایدن و دولت او، ولی غیر ممکن نیست. قبلا این کار در مورد هوتی ها کردن، اونها را لیست تروریست ها خارج کردن، این بار همین کار را میکنن. البته انتقاداتی هم متوجه اونها خواهد شد. سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو با ما.